دو عزیزان، امروز هفتم هست اپریل 2023 و قبل که شروع کنم گود فرایدی برای همه تو میدونین که همه مارکت ها بسته هستن چون اف کورس یه ریلیجیس ویک هست برای همه عزیزانی که کریستیان هستن. تو قبل که شروع کنی عزیزان یادم باشه یه لایک بزن، یه کامنت بزن و یه سابسکرایب هم بکنین و همینطور بدونی که شروع میکنیم با خبرها آنچین دیتا 24/7 امروز، بعدش هم چارتای بیت کوین، اتریوم، کاردانو و بی ان بی. شروع میکنیم پس با خبرها. خبر اول که میاد از طرف خود انگلیس که دارن دولت انگلیس دارن استفاده میکنن این آدمایی که توی لاو آیلند هستن. لاو آیلند یه تلویزیون هست، یک مچ عقب مونده پسر و دختر توش هستن، کارهای بد بد میکنن و همه میبینن، همه سن و سال نگاهش میکنن و اینا رو دارن استفاده میکنن که بگن به مردم لطفاً تو کریپتو سرمایه نکن. But yeah guys، آره دیگه سرمایه کردنش دست خودتون، موضوع باشین که چه چیزایی دارین سرمایه. خبر دوم میاد از طرف CBDC و شروع میشه با از خود ECB پرزیدنت که ببین تو این چند روز پیشه چند تا از این خبرنگارا یواشکی دارن مثلا خودشون یه چیز دیگه اعلام میکنن که با این آدم های دولتی صحبت بکنن و اعلام شده با یه ویدیو کال با این خانم ای سی بی پرزیدنت. حالا ویدیو رو میتونید خودتون در توییتر پیدا کنین، همه جا الان هست. گفته بود که حالا فکر کرد با آقای یوکرین زلنسکی داشته صحبت میکنه، فکر کرد چون صداشو مثل زلنسکی گذاشتن این ریپورترها، اما داشتن undercover job میکنن که بگن چقدر این آدم ها حیوان هستن. anyways ایشون داره میگه میخواد مردم رو بدبخت بکنه، بدبختی برای مردم، کنترل اند بدبختی دیگه، همش بدبختی. خودش داره، خود رئیس این داره میگه بدبخت میشی و دوست داره. سو این اینجوریه دیگه، نمیدونم چرا مردم بیدار نمیشن. یارو داره اعلام میکنه که میخوای بدبخت باشی، مردم هنوز میان سر کار انگار نه انگار. و anyways این دنیا ماست. خبر بعدی میاد از طرف 5 ساعت پیش که شروع میشه با اینتل سیکوریتیز بادی ایوسکو که شروع میکنه برای رگولیشن کریپتو، که این میاد از طرف فین اینفلوئنسرز که آدمایی که مثلا اینفلوئنسر هستن و دارن چرت و پرت میگن، میسلیدینگ، ایلیگال پروموشن اکسترا، چون ما قانون‌گذاریش رو باید بسازن و این قانون‌گذاریش حالا آخر امسال میاد تا سال دیگه. خبر بعدی خبری نیست، یه ذره نظرگویی از طرف XRP که دارن میگن که اگر این پننت اینجا رو بشکونه جامپ میشه به نزدیکای 65. کاملا درسته این تکنیکال انالیسیس چون یه سمک تراینگله و میتونه بره به بالا، اما اگین هنوز چی ندیدیم. خبر بعدی میاد از آقای دو فاکتو که رئیس لونا بود، که بهتون میگفتیم که ایشون موقعی که نزدیکای بیت کوین 22000 تا بود دیدیم که یه 10000 تا بیت کوین فروش شد در مارکت، ما اولین کسی بودیم که اعلامش کردیم و بهتون گفتیم که خودش بودش، چون 60000 بیت کوین هم دست خودشه. اند میبینیم که حتی به الانش هم هنوز لونا داره، هنوز بیت کوین داره و داشتش خود بایننس استفاده میکرد و دولت بعد سافت کورین پرسیکیوتور بعد به بایننس میگه لطفا نذار این چون این هنوز اجازه داره بفروشه. پس بنده سخصه به بایننس که انقدر میمون بود. خبر بعدی میاد از 22 دقیقه پیش که داریم دیجیتال آی دی والت ها دارن میان بیرون. از اون که تو استرالیا هستن اوردی این وجود داره، اما برای کشورهای دیگه هنوز نشده، اما برای کل یوروپ دیگه داره میاد. همه تون میتونید دیجیتال آیدنتیتی کارت بگیرین که تو این دیجیتال آیدنتیتی کارت پاسپورتتونه، درایوینگ لایسنستونه، برث سرتیفیکتتونه و هزار تا از این چیزهای دیگه. دیگه ایرا اوف چی میتونی بهش بگی دیگه، ایرا اوف تکنولوژی، ایرا اوف همه چیز توی والتی باید داشته باشی. به وقت الانم نزدیک 1300 بیت کوین فروش، اما امروز همینطور گود فرایدی هست، زیاد جدی نگیریم، بدونی که سی امی هم 28095 هست. به وقت الان ارزایی که بدونم این رو رفرش بزنم براتون، به وقت الان که داریم میبینیم مارکت ها ارزایی که بالا هستن انجین ای ان جی، ای ان جی، ایکس آر دی،
اکس اینفینیتی، حتی هم اکس آر پی نزدیک 2%، اعضایی که ضرر کردن تزوس، کوسموس، نیو، اپتوس، ای جی آی ایکس و بیت کوین اس وی. حالا ارزهای دیگه هم پایین تر. حالا اگه میسیم برای چارت بیت کوین که میبینیم که چارت بیت کوین تو این کانال هست، اما تو حتی تو این کانال یه کانال دیگه هم بزرگتر هست که اینجوریه. اگه میارم با صحبت هم هیچی عوض نشده از این صحبت هم، بدونی که از اینجا دست بده برمیگرده به 27,000 تا، دقیقا 27,000 تا. شخصا بچه خودمون هم توی لانگ بیت کوین هستیم، هم توی شورت اتریوم هستیم، هر دوتایشون بودن، باورتون هم هر دوتایشون تو سود هنوز، اما نه سودای زیادی آنچنانی، اما این مارکت هنوز استیبله، هیچ اتفاقی نشده. اما میخوام براتون این رو براتون بیارم جلو. این wake of accumulation هست، schematics، اینا که فکر کنم اگر دیدین دوباره دارین میبینین، میدونین که 5 تا فیز داره، فیز A, B, C, D و E، که بدونین ما تو فیز D هستیم و دقیقا فیز D accumulation فیز هست. همین بالاش میبینین، همین بالاش که بعد از اون یه فیز E میاد بیرون، بعد از اون دوباره برمیگرده به پایین. حالا فیز E دقیقا میتونه 35 باشه، 34 باشه، بعدش هم برگرده به پایین های شاید به 25 27 میبینیم، بذار اول برسه به موقعش میگیم. اما تقریبا وایک اف اکومیشن فیزش رو داره کاملا درست داره میره روندش رو. اما حالا یکی از این ساکت ترین موقع هاست که داریم این چیز رو میبینیم. اما چیزهای خوب بدونه که هفته دیگه سی پی آی دیتا داره میاد بیرون. برسیم به ارز ایفریم، ببینیم ایفریم چه خبره. And again حتی برای ایتریوم که هستیم، ایتریوم تقریبا یه هد اند شولدرز اینجا ساخته، اسپیشال به تایم فریم های کوچیک‌تر. این هد اند شولدرز، این لفت شولدر، هد رایت شولدر، هم از دست داده هم از دست نداده. حالا اینجا داره یه دابل باتم میسازه، اما کم ولیوم زیاد قدرت هم نداره. دومش هم دوستان یادتون نره که اگر من اشتباه نکنم، چون باید تو موبایلم ببینم، ببخشید، 12 اپریل ایتریوم شانگهای آپگرید اتفاق میفته که خیلی از زانی که موقعی که 200 تا 800 دلار لاک کردن ایتریوم ماشونو آنلاک میشه، نزدیک 18% سوپلای هست. حالا نمیگیم همشون بفروشن، بگیم آقا نصفشون میفروشن، اما هنوز این یه سل پرشری هست توی مارکت که یه ویک داون به ما میتونه بده. عرض بعدی که براتون میارم که خود کاردانو هست، اند میبینید که کاردانو 38 سنت، همین زیاد اتفاقهایی نشده، 37 دوباره زده بود. برسیم به تایم فریم های یک روزش بهتره، میبینید که دوباره ریجکتد شده. حالا اینجا داده از ویدیو دیشبون هنوز میتونه خودش رو سپورت پیدا کنه، دوباره میگم تو 37، اما اگین روز 10 ساعت مونده، هنوز هیچ اتفاقی نشده، اما بدون که ولیوم داره دد میشه، احتمال خیلی زیادی همون 36 تو این خط سفید در میبینه به نظرم. اینه عرض آخرم که بی ان بیه، ببخشید بی ان بی یو اس دی، که میبینیم که 310 دوستان، دوباره میگم 303 به احتمال خیلی زیادی دوباره میبینه، اما اگه ببینه شاید اینجا میتونه یه دابل باتم بسازه، اما خیلی زوده بر صحبت کردنش. 303 میتونین داشته باشین یه اسپات، یه مقداری هیچ وقت با پول زیادی هیچ وقت نمیرین توش، اما داشته باشینش. اما بدونین که ریسکای بی ان بی اینه که دولت ها خوششون نمیاد از چینی ها. But anyways guys, God bless every single one of you. هوا خیلی قشنگه و امیدوارم که روز خودتون هم خوب باشه و God bless every single one of you. موضوع خودتون باشین و خدافز. بای بای.